بینندگان عزیز، خانواده و بستگان گرامی، رفقای جان باخته، سلام و درود بر شما. همراه با آرزوی سلامتی و سرفرازی هرچه بیشتر برای شما عزیزان، در خدمتم برای تقدیم برنامه این هفته یاد جان باختگان راه سوسیالیسم. در برنامه این هفته یاد جان باختگان با نگاهی به زندگی، فعالیت و مبارزه رفقای جان باخته، بهروز بابایی، جلیل حیدری، سلیمان محمدی و عمر خضری یاد عزیزشان را گرامی می‌داریم. لطفاً در این برنامه ما را همراهی نمایید. گرامی باد یاد انقلابی کمونیست رفیق بهروز بابایی. جنایتکاران رژیم اسلامی اواخر بهار سال 1362 رفیق بهروز بابایی را به جوخه اعدام سپردند. رفیق بهروز با نام تشکیلاتی مهدی از اعضای تشکیلات شمال اتحاد مبارزان کمونیست بود که از سال 59 به این سازمان پیوست. رفیق بهروز در سال 1338 در یک خانواده روستایی از توابع لنگرود دیده به جهان گشود. وی در سال 1356 با دوستان نزدیک و همرزمش رفقای جان باخته، جلیل جواهری و علی خیرخواه یک هسته مخفی را به وجود آوردند. این هسته مخفی سوسیالیسم علمی را راهنمای عمل خود می دانست و اساس کار خود را نزدیکی با مردم زحمتکش و کار سیاسی در میان آنان قرار داده بود. هسته‌ای که رفیق بهروز بابایی به همراه یارانش شکل داده بودند، هدف مقدم خود را مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه قرار داده بود. گروه چاپخانه کوچکی با امکانات محدودی فراهم آورده بود و در آن مطالب روشنگرانه در اشاعه آرمان‌های انقلابی و فراخوان به مردم برای مبارزه بر علیه رژیم شاه را چاپ می کردند. اوراق این گروه در سطح وسیع در شهر لنگرود و مناطق اطراف آن پخش می شد. رفیق بهروز بابایی همراه دیگر همرزمانش در این هسته نقش فعالی در مبارزات مردم لنگرود علیه رژیم شاه داشت. پس از قیام این هسته با نام گروه آرمان طبقه کارگر فعالیت‌های انقلابی خود را این بار علیه جمهوری اسلامی تداوم بخشید. رفیق بهروز یکی از سازمان دهندگان و یکی از پرتحرک‌ترین عضو این گروه محلی بود که در طی سال‌های 1357 و 1358 ده‌ها روشنفکر انقلابی و زحمتکش را به دور خود گرد آوردی بود. در این دوره رفیق بهروز و همرزمانش خود را بخشی از جریان تشکیل حزب کمونیست می دانستند و تلاش می کردند تا به سهم خود این روند را تقویت کنند. رفیق بهروز در آبان ماه سال 1361 در جریان فعالیت های انقلابیش دستگیر شد و هویت واقعی او و فعالیت های کمونیستیش برای دشخیمان رژیم آشکار شد. مدت 8 ماه او تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت، اما اراده استوار و ایمان عمیقش به کمونیسم و رهایی طبقه کارگر را نتوانستند در هم بشکنند و سرانجام درمانده و مستعصل از وادار کردنش به اظهار ندامت
و فاش کردن اسرار و اطلاعات تشکیلاتی، در اواخر بهار سال 1362 او را به جوخه اعدام سپردند. با ادامه دادن آرمان‌های کمونیستی این رفیق مبارز، یاد و خاطره او را زنده نگه می‌داریم. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. می‌گسترد آن که نهال نازک دستانش از عشق خداست و پیش عصیانش بالای جهنم پست است. آن کو به یکی آری می‌میرد نه به زخم صد خنجر، و مرگش در نمی‌رسد مگر آن که از تب دق کنه. قلعه ای عظیم که تلسم دروازش کلاه کوچک دوستی نیست. انکار عشق را چنون که به سرسختی پاسفت کرده ای، دشنه ای مگر به آستین اندر نهان کرده باشی؟ یا عاشق اعتراف را چنان به فریاد آمد که وجودش همه بانگی شد. نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می شکند رخساره‌ای که طوفانش مسخ نیارست کرد. چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک می افتد آن که در کمرگاه دریا دست حلق توانست کرد. نگاه کن چه بزرگ باران در پای تو سر نهاد، آن که مرگش میلاد پر حیاها هزار شخص داده بود. نگاه Thank you.
یاد رزمنده انقلابی و کمونیست رفیق جلیل حیدری. رفیق جلیل حیدری سال 1331 در روستای روانزردویی از توابع شهرستان پاوه دیده به جهان گشود. پس از پایان کلاس دوم همراه با خانواده‌اش به شهر پاوه نقل مکان کرده و تحصیلاتش را در این شهر ادامه داد. رفیق جلیل سال 1349 به شهر کرمانشاه رفت و در همین سال بود که با جمعی از روشنفکران انقلابی آشنا گردید و این سرآغازی بود برای مبارزات سیاسی وی. با به اوج رسیدن مبارزات توده‌های مردم تحت ستم ایران علیه رژیم شاه در سال 1357، رفیق جلیل به عنوان پیشگام مبارزات توده‌ای در شهرهای پاوه و کرمانشاه در میتینگ‌ها و اعتراضات توده‌های مردم به سخنرانی می‌پرداخت و مردم را به مبارزه انقلابی علیه رژیم شاه ترغیب می‌نمود. رفیق جلیل حیدری که به عنوان معلم در شهرهای پاوه و روانسر مشغول فعالیت بود، دست از معلمی برداشته و به صورت حرفه‌ای به مبارزه سیاسی و سازماندهی اعتراضات توده‌ای در منطقه پاوه همت گماشت. وی در این مدت فعالانه در جهت ایجاد تشکل‌های توده‌ای و رهبری مبارزات مردم تلاش نمود. رفیق جلیل در همین دوره نقش فعال و برجسته‌ای در تحصن مردم اورامان، جوانرود، روانسر و پاوه در قوری قلعه و همچنین مبارزه برای بیرون راندن پاسداران از شهر پاوه داشت. رفیق جلیل حیدری که سوسیالیسم علمی را چراغ راهنمای خود قرار داده بود، پس از یورش 28 مرداد سال 58 رژیم جمهوری اسلامی به کردستان و با توجه به آشناییش به سیاست‌ها و اهداف کومله، به صفوف پیشمرگان کومله پیوست و دوری جدیدی از فعالیت‌های مبارزاتیش را آغاز کرد. در این دوره در نهایت فداکاری و از خودگذشتگی در به انجام رساندن مأموریت‌های محوله تلاش می‌کرد. به دنبال بازپسگیری شهرها از سوی نیروی پیشمرگ، بنا به رهنمود تشکیلات، رفیق جلیل مبارزاتش را در منطقه اورامان ادامه داد. این رزمنده انقلابی و کمونیست در مدت فعالیتش در مناطق مختلف به یار و یاور صمیمی و قابل اعتماد در میان توده‌های وسیعی از مردم کارگر و زحمتکش تبدیل گردید و تلاش می‌نمود آنان را با سیاست و اهداف کمونیستی کومله و همچنین مبارزه علیه نظام استثمارگر آشنا نماید. زمستان سال 1359، رفیق جلیل در جریان خلع سلاح گروه مرتجع رزگاری و همچنین افشای ماهیت این جریان در میان مردم اورامان نقش برجسته و قابل توجهی از خود نشان داد و در نبرد 24 روزه شهر سنندج نیز فداکارانه حضور داشت. پس از تصرف مجدد شهرها از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، رفیق جلیل حیدری در نواحی سنندج، بوکان، سردشت و اشنویه فعالیت‌هایش را ادامه داد و در پاییز سال 1360 به منطقه دیواندر اعزام و مسئولیت کمیته بخش را به عهده گرفت. با توجه به کاردانی و درایت در فعالیت ترویجی و آگاهگرانه و همچنین توانایی بالایش در سازماندهی مبارزات توده‌ای و باور عمیق به کمونیسم، رفیق جلیل از محبوبیت قابل توجهی در میان توده‌های مردم محل فعالیتش و همچنین در صفوف رفقای پیشمرگ کومله برخوردار بود. زمستان سال 1362 به عنوان عضو کمیته ناحیه کرمانشاه انتخاب گردید و فعالیت‌های انقلابیش را در مناطق قلخانی و باواجانی ادامه داد.
سرانجام این کمونیست انقلابی روز دوم شهریور ماه سال 1363 در جریان نبرد قهرمانانه با مزدوران رژیم اسلامی در دره دری از توابع منطقه باواجانی به همراه 9 همرزم دیگر از جان باختن و به صفوف جان باختگان کومله و حزب کمونیست ایران پیوستند. یاد و خاطره فداکاری و رزمندگی رفیق جلیل حیدری، این رزمنده انقلابی کمونیست را با ادامه راه پر افتخارش گرامی می‌داریم. در گرامی داشت رفیق سلیمان محمدی، عضو حزب کمونیست ایران و پیشمرگ فداکار کومله. نام رفیق سلیمان محمدی برای کارگران کوره‌های آجرپزی و مردم زحمتکش شهر بوکان و روستاهای آن نامی آشنا و مترادف با نمونه انسانی کمونیست و خستگی ناپذیر است. رفیق سلیمان محمدی سال 1336 در شهر بوکان دیده به جهان گشود. تا
مقطع دیپلم به تحصیل ادامه داد و سپس به سربازی رفت. در مبارزات توده‌ای در سال 57 شرکت داشت و تحت تأثیر افکار و آرمان‌های کمونیستی قرار گرفت. وی مبارزی انقلابی و کمونیست بود و از زمانی که پا به عرصه مبارزه گذاشت تا آخرین لحظه حیاتش در راه عقاید و باورهایش فداکارانه و با جسارت مثال زدنی تلاش کرد. رفیق سلیمان در سالهای 56 و 57 فعالانه در مبارزات مردم علیه رژیم شاه در کردستان و خارج از کردستان شرکت داشت و آنان و آبان سال 58 به صفوف پیشمرگان کومل پیوست و ضمن شرکت در عملیات خلع سلاح گروه رزگاری به عنوان یکی از مسئولین دفتر هواداران کومل فعال بود. پس از اشغال شهر بوکان به وسیله رژیم در پاییز سال 60، مسئولیت سیاسی یک واحد از پیشمرگان کومله به رفیق سلیمان محمدی سپرده شد. وی چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی رفیقی جسور و فداکار بود و در طرح و شناسایی و انجام بیشتر عملیات‌های نیروی پیشمرگ کومله در منطقه بوکان نقش چشمگیری داشت. سال 60 به عضویت کومله پذیرفته شد و در گردان 31 بوکان به فعالیت‌های خود ادامه داد. پس از کنگره 4 کومله در فروردین ماه سال 60 و با شروع فعالیت مخفی کمیته مناطق و دسته سازمانده در مناطق اشغالی، در این عرصه نیز حضوری فعال داشت. تابستان سال 64 رفیق سلیمان چون کادری برجسته به تبلیغ و ترویج سیاست‌های کومله و حزب کمونیست ایران در میان کارگران پرداخت و در سازماندهی تشکیلات مخفی در میان کارگران نقش غیر قابل انکاری از خود نشان داد. وی یکی از سازماندهندگان اعتصاب مرداد سال 65 در کور پسخانه های منطقه بوکان بود و با رهبران عملی کارگران ارتباط تنگاتنگی داشت. رفیق سلیمان با حضور در میان کارگران کور پسخانه های بوکان و روستاهای منطقه رودخانه مجید خان از علم رهایی طبقه کارگر از کمونیسم و حکومت کارگری برایشان می گفت و تلاش می کرد به آنان بیاموزد که اگر کارگران بخواهند با وجود کار شبانه روزی فقیر و بی‌بهره نباشند، کسی مالک حاصل دسترنج آنان نباشد، فرزندانشان از گرسنگی، بی‌امکاناتی و بیماری تلف نشوند و بخواهند که آزاد باشند و از حقوق برابر در جامعه بهره‌مند شوند، لازم است مبارزاتشان را با کومله پیوند بزنند. دشمنان کارگران و زحمتکشان که فعالیت‌های مؤثر و تأثیرگذار رفیق سلیمان را در هدایت مبارزات کارگران کور پسخانه‌ها برنمی‌تابیدند، هر آن در فکر از بین بردن وی بودند و سرانجام در جریان توطئه مشترک صاحبان کور پسخانه‌ها و تشکیلات حزب دموکرات در شب دوم شهریور ماه سال 65 در یکی از کورخانه‌ها رفیق سلیمان محمدی به وسیله افراد مسلح این حزب ترور شد. یاد و خاطره این مبارز کمونیست و کادر برجسته و خستگی ناپذیر کومله و حزب کمونیست ایران را با ادامه راهش گرامی می‌داریم.
یاد پیشمرگ انقلابی و فداکار کمله رفیق عمر خضری. رفیق عمر سال 1338 در آبادی کانیسوزه بخش فیض‌الله بیگی بوکان چشم به جهان گشود. از همان اوان نوجوانی به مانند هر فرزند خانواده زحمتکش مشغول به کارهای سخت و طاقت فرسا شد. 14 ساله بود که برای کارگری روانه شهرهای خارج از کردستان شد و در شرکت‌های مختلف به کارگری مشغول شد. در همان دوران این سال برایش مطرح می‌شد که چطور کارگران شب و روز جان می‌کنند و تمام نعمات و ثروت‌های جهان را می‌آفرینند، اما خود در عین حال از همه چیز بی‌بهره‌اند و تمام ثمره کار و رنج آنان به جیب گروهی زال و صفت و سرمایه‌دار می‌رود. در قیام بهمن سال 1357 رفیق عمر به مانند انسانی آزادی خواه و برابری طلب در بزیر کشیدن نظام استثمارگر پهلوی و برای استقرار دنیایی بدور از ستم و استثمار همراه با توده های میلیونی مردم شرکتی فعالانه داشت. سال 1358 رفیق عمر خضری در شهر اهواز کار می‌کرد و در ضدیت با رژیم تازه به قدرت رسیده اسلامی در میان رفقای کارگرش به تبلیغ می پرداخت. سال 1359 به صفوف پیشمرگان کمله پیوست و فعالانه تر از قبل به فعالیت‌های انقلابی مشغول شد. یک بار به خاطر وضعیت بد معیشتی خانواده و به رهنمود تشکیلات به کارگری پرداخت و بدین گونه کمک خرجی شد برای خانواده‌اش. بعد از مدتی دوباره به صفوف رفقای کمل ملحق شد و پیگیرانه به مبارزه ادامه داد. به دلیل خصائص انقلابیش در میان رفقای پیشمرگ و زحمتکشان محل فعالیتش به انسانی قابل اعتماد تبدیل شده و دوستش می داشتن. در کار و فعالیت نظامی هم فردی توانا و کاردان بود. رفیق عمر خضری در طول فعالیت پیشمرگانه‌اش دوبار زخمی شد که هر بار بعد از بهبود جراحاتش با اراده محکم به میان رفقای همرزمش برگشت. در میان مردم و زحمتکشان فردی صمیمی و خوش صحبت و در امر تبلیغ و ترویج در میان کارگران و زحمتکشان هم فعال بود. آخرین میدان قهرمانی رفیق عمر عملیات حماسی و دلیرانه پیشمرگان کمله بر علیه نیروهای رژیم اسلامی در ارتفاعات آبادی درویش عالی در بخش فیض‌الله بیگی بوکان بود که روز اول شهریور ماه سال 1362 در جریان این جنگ رفیق عمر خضری هنگام پیشروی به سوی سنگرهای دشمن مورد اصابت گلوله پاسداران جهل و سرمایه قرار گرفت و جانش را در راه برقراری دنیای آزاد و برابر فدا کرد. یادش گرامی و راهش پر رهروباد. Thank you.
بینندگان گرامی، در اینجا به پایان وقت برنامه این هفته یاد جانباختگان راه سوسیالیسم رسیدیم. آنچه در این برنامه مشاهده نمودید گوشه هایی بود از یادنامه رفقای جانباخته: بهروز بابایی، جلیل حیدری، سلیمان محمدی و عمر خضری. ضمن گرامی داشته مجدد یاد و خاطر این رفقا و تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری، تا تقدیم برنامه دیگر، بدرود.